حالا در این مثلث قائم الزاویه بچه وقتی این شیشه، اینم شیشه، شیش به توان دو مساویست با x در 13 منهای x. 36 چند تاست؟ 4 نقطا دیگه. خیلی تابلوه که x شما میشه 4. و دیگه بچه ها نیاید معادله درجه دو حل کنید، عددارم چک میکردید راحت بهتون جواب میداد. آقا خدا وکیلی شما قضاوت کنید بچه ها، این شما، این خدا، این من، این جزوه، این کنکور، من این دوتا سوال رو واسه بچه ها حل کرده بودم، تأکیدم داشتم اینجا این رابطه رو نوشتم، این میشه این ضرب در این، این سوالم نوشتم، آیا دانش آموز عرفان نباید این سوال داخل 1401 رو میزد؟ ریاضی رو ببین سوال چیه. در یک مثلث قائم الزاویه، این مثلث قائم الزاویه، اندازه دو پاره خطی که ارتفاع وارد در وتر بر وتر جدا می کند 2.5، من با اجازتون میگیرم 5/2، 14.4 من با اجازتون میگیرم 144/10، به دو ساده میکنم 72/5، طول ارتفاع رو میخواد. H رابطه چیه؟ H2 مساویست با این ضرب در این، همینجا 50 رو میزنم، 72/2 36، H میشه 6. مردونه اینو بچه ها نبود میزدن؟ خدا خیلی هم روش تأکید کرده بودم، میگم از خود تعریف نمی کنم، بیم من وظیفه‌م رو انجام دادم، محکم هم وظیفه ما انجام دادم، اما آیا بچه هم همه وظیفه شون انجام دادن؟ نه، این بده، این بده که شما، منظورم از شما، شما که الان دارین تو کلاس منو میبینین، ها همچی ما آدم ها کلن اینجوریم، درس و نه عرفان غیر از اینه، درس و نه تو همه روابطمون توقع داریم همه پدرمون، مادرمون، خواهرمون، برادرمون، دوستمون، هر کی، همکارمون در قبال ما حد اکثر وظایف خودش رو انجام بده، اما ما خودمون حداقل وظایفمون رو در مقابلش انجام نمیدیم، فقط دوست داریم دیگران به ما توجه بکنن، ما خودمون اونجوری که باید نیستیم. دانش آموزی که از استادش توقع داره این تیکه رو میگم ببرید و این فیلم یادتون باشه همیشه، این تیکه رو میگم حواستون باشه، این تیکه رو ببرید و استوریش کنید که استوریش بمونه براتون. دانش آموزای عزیز، بچهای من، شما اگر از یک استاد توقع دارید که اون استاد حد اکثر وظایف استادی خودش رو به نحو احسن انجام بده، خودتون هم باید حد اقل وظایف دانش آموزی رو انجام بدید. شما نمیتونی از کسی توقع داشته باشی واسه رویاهای تو بجنگه، بره جلو تو خط مقدم، خودت بری اون گوشه، جور در نمیاد، این رابطه میپاشه. روابطی که طرفینش احساس کنن یکی از اون طرف داره زیرابی میره گسستنی است. کجا میخواین این جملات رو بشنوید به جز ستاد فرماندهی؟ واقعا کفایت مذاکرات آقا. خب این از این 1401 بود. این سوال رو براتون حل کنم، در مثلث قائم الزاویه هم کنکور سراسری داده بودن، هیچ بعید نیست با توجه به اینکه این سوال 1401 داده بودن این همین سوال رو 1402 بدن. در مثلث قائم الزاویه اندازه دو پاره خطی که ارتفاع وارد بر وتر ایجاد میکند این و این است، مجموع دو ضلع مجاور، یعنی بی به علاوه سی رو میخواد، بی به علاوه سی رو میخواد. آقا رابطه من چی بود؟ این ضلع زاویه قائم به توان دو برابر است و بچه ها وتر که کلن 6.4 و 3 و 6 میشه 10، اون تیکهی که بهش چسبیده ضرب در وتر میشه 36، از اینجا 30 به دست میاد 6، خدا رو شکر. اینور بچه ها بی به توان دو میشود 6.4 ضرب در 10 64، پس بی میشه چند؟ 8، جمعشون 14. فیشت 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 بلوپ بلوپ، یعنی درست، فیشت یعنی
غلط. اینا چیزایی که شما بعدن انشالله در کلاسای من باش آشنا میشید، چیزای خیلی مهمی هستن که باید بهش توجه بکنید و حواستون جمع باشه. این تست 99 رو ببینید بچه‌ها از مثلث قائم‌الزاویه.